دوستان من درود بر شما، امیدوارم که خوب باشید. در ماه گذشته روزای خیلی پرکاری داشتم. شاید باورتون نشه که وقتی یه هنرمند برنامه داره چقدر بار و فشار روش هست. من همیشه آرزو میکنم که کاش یه دوربین بود به مخاطبا نشون میداد که اون ماهای آخر چه میگذره بر ما و چطور روز و شب فعالیت میکنیم برای اینکه 2 ساعت برنامه باشه و شما عزیزان بیاین و از اون لذت ببرید. در هر صورت روزای خیلی فشرده بود. من 2 تا اجرا داشتم. یکیش کنسرت خودم بود که در شهر ملیبو حوالی لس آنجلس در دانشگاه پپرداین برگزار شد. رپرتوار ما موسیقی فولک آشوری بود و دیگری در شهر ساکرامنتو، در واقع یکی از قطعات من توسط یک گروه کر بانوان به رهبری دانیل پاولسون برگزار شد به مدت 3 شب، 26, 27 و 28 اپریل. قطعه که اونجا اجرا شد اسمش بود روندو برای هیچ. برای شما راجع به این قطعه صحبت کنم و امیدوارم زمانی بشه، فرصتی بشه که این قطعه رو شما هم از نزدیک بشنوید. خودم آرزو دارم که بتونم این قطعه رو ضبط کنم با کیفیت خوب. حالا ببینیم که چطور میشه. شاید هم به هر حال فرصتی برای اجراش دوباره پیش بیاد و بتونیم اونو به صورت زنده هم اجرا کنیم. اما راندو برای هیچ. در واقع من وقتی که پدرم رو از دست دادم، شعری از مولوی در اینترنت روی من خیلی تأثیر گذاشت. دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ. دانی که پس از عمر چه ماند باقی، مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. این شعر به قدری روی من تأثیر گذاشت که تصمیم گرفتم روی اون آهنگی بسازم. وقتی که پژوهش میکردم دیدم که شعرهای دیگه‌ای هم روی هیچ در واقع شعر گفتن و هرچی بیشتر مطالعه کردم دیدم که تقریبا اکثر شعرها به این فلسفه هیچ پرداختن. ظاهرا این فلسفه برای متفکرین ایرانی و حتی جهان اهمیت خاصی داشته و همه راجع به اون نظریه پردازی کردند، کار هنری کردند، شعر گفتند و به نوعی تفکر خودشون از راه اون منتقل کردند. البته این هیچ به شکل‌های مختلفی میتونه دیده بشه. بعضی اون رو به شکل نیستی میبینن، اما بعضی اون رو به شکل تهی شدن از خود میبینن و وقتی شخص از خودش تهی میشه، خب میتونه از یک عشق الهی، از یک حضور الهی پر بشه و اینها در نهایت تفکرهایی هستن که فکر فلاسفه و هنرمندان رو به خودشون تا به امروز هم مشغول کردن. تصمیم گرفتم که این افکار مختلف رو و این شعرهای مختلف رو از شعرهای نامدار ایرانی کنار هم بچینم و در واقع کلاژ از اینها درست کنم و روی همه اینها مجموعی از اشعار که کنار هم چیده شدن شعری بگم، قطعه بسازم. البته
محور تمام این قطعات همین شعر مولویه و به این دلیله که اسم این قطعه هست روندو. روندو یعنی راند، یعنی یک تمی که مرتب داره میچرخه، مرتب داره تکرار میشه و به همین دلیل اسم این قطعه رو روندو گذاشتم. در واقع این شعر مولوی بقیه اشعار رو به هم دیگه مرتبط میکنه و وصل میکنه. جالب اینه که این شعرها در دوره‌های مختلفی زندگی کردن، پس سبک شعرگوییشون با هم دیگه فرق داره و جالبتر این که اینها دیدگاه و تفکر متفاوتی راجع به هیچ دارن. بنابراین شما یک قطعه از یک نگرش، از یک نگاه نمیبینید و نمیشنوید، شما یک قطعه میشنوید که در اون دیدگاه‌های مختلف، به سبک‌های مختلف و به شیوه‌های مختلف بیان شده و این یه جوری کار من رو هم سخت میکرد، برای اینکه من باید از این همه شعرهای گوناگون، سبکهای گوناگون به گونه‌ای روش کار میکردم که یک قطعه پیوسته و یک قطعه یک پارچه رو میتونستم بسازم. به هر حال کاری که ساختم امیدوارم که چیزی باشه که انتظارش رو داشتم و خوشحالم که در اون سه شبی که در ساکرامنتو اجرا شد و قبلا هم در یک کالجی همین نزدیکی خود ما در اورنج کانتی اجرا شده بود، فکر میکنم که استقبال خوبی ازش شد و مخاطبا وقتی اون رو شنیدن دوستش داشتن. از خانم پریسا واله خواستیم که بخش سولوی این قطعه رو بخونن، ایشون هم افتخار دادن و به ما پیوستن و بسیار زیبایی رو اجرا کردن. به هر حال خیلی خوشحالم که این قطعه تونست اجرا بشه. اما یک نکته جالب که گذاشتم آخر سر خدمت شما بگم اینه که وقتی من قطعه رو ساخته بودم، کار تموم شده بود و حتی اجرا شد، در حالی که داشتم پژوهش بیشتری روی این هیچ و کار شعرها میکردم و با دوستان فرهیختم در موردش مشورت میکردم، متوجه شدم که این شعر از مولوی نیست و در واقع شاعرش گمنام. نمیدونم که چه کسی این شعر زیبا رو گفته، پشیمون نیستم از اینکه قطعه‌مو براش بنا کردم، ولی خود همین به گونه‌ای هیچ بودن رو نشون داد. یعنی تو فکر میکنی که قطعت رو بر اساس یک شعر یک شاعر نامدار ساختی، اما بعد اینکه اون کار انجام میدی، وقتی که تموم میشه تازه متوجه میشی که هیچ، در واقع اون شاعر مولوی نبوده و معلوم نیست کی هست، پس شاعرش هیچه. بله، این داستان قطعه من بود. تا ویدیوی دیگه‌ای که برای شما آماده خواهم کرد، بدرود. More.
پس اهل کجایی؟ اهل